از ادب دارم خدمت دوستان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه و زندگی بر وفق مراد. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. عرض کنم خدمتتون که بله، با برنامه هفتگی به قول معروف تحلیل هفتگی بازار بورس در خدمت شما هستم. منتظر هم هستم که پژمان النجری عزیز از شرکت مارکت نیوبیان به ما ملحق بشن تا در مورد تغییر و تحولات بازار بورس یه مقدار صحبت بکنیم. خصوصا یه اتفاقات جالبی هم افتاده این هفته، به اونها هم نگاهی داشته باشیم. عرض کنم خدمتتون که امروز 31 شهریور 1403 یا 21 سپتامبر 2024 هست که در خدمت شما هستم و با یک گفتگوی هفتگی حول محور بورس استاک مارکت خواهیم بود. منتظرم که پژمان النجری هم به ما ملحق بشه. عرض کنم دوستان، اگر براتون مقدور باشه لطف کنید سوالاتتون رو در قسمت کامنت ها با اشاره درست و دقیق به سکتور مورد نظرتون اشاره بفرمایید تا بتونیم که پاسخگوی سوالات شما باشیم. حتی اگر اون در واقع بیزینس مشخصه رو ما ندونیم، میتونیم که به در واقع سوالات شما شاید تا حدی پاسخ این هفتمون رو شروع کنیم. منتظرم که نوالنجری عزیز رو هم ببینم تصویرشون رو تا برنامه رو شروع کنیم. بله، عرض ادب دارم خدمتتون پژمان جان، حالتون چطوره؟ سلام آپتین عزیز، دوست خودم، دوست کل خودم. من خوبم، امیدوارم شما خوب باشین. برقرار و پاینده باشین. بله ما هم خوبیم، خدا رو شکر. نفسی میاد و میره و خب یه مقدار اونطور که احساس میکنم شرایط بازار بورس یه ذره بهترتر شده به نظر من. حالا من نمیدونم چقدر درسته، ولی اونطوری که من تو پورتفولیوی خودم میدم یه ذره حالم بهتر بود. عرض کنم خدمت. بله دیگه، بریم سراغ بحث امروزمون، چون میدونم که دوستان حالا وقتی جایی میشن سوالاتی هم خواهند داشت. من یه سری سوالاتی هم خودم دارم، هم دوستان برای من ارسال کردن. شاید این بودیم که فدرال رزرو اخیراً نرخ بهره رو یه 0.5% کاهش داد. خب این به چه صورتی خواهد بود؟ یعنی تصمیم داره که این تصمیم گرفته شد که این اتفاق بیفته، این تأثیرش چی خواهد بود و اگه بهش بپردازیم ممنون میشم. بله، اوضاع بورس که خوب بود، بله شما کاملا درست فرمودین، اوضاع بورس که خوب بود بهتر هم شد. ما هم توی چند سال اخیر عادت کرده بودیم که هر دفعه فدرال رزرو نرخ بهره افزایش میده. برای اولین بار هستش که ما میشنویم که فدرال رزرو نرخ بهره رو کاهش داد و این آغاز سیکل کاهشی نرخ بهره شروع شده. یه مسئله ای البته هست که حالا من همینجوری تا قبلش یادم رفته بره، یک مثال معروفی در بورس هستش که میگن شایعه رو بخرید یا حواشی و شایعه رو بخرید، خبر رو بفروشید. Buy the rumor, sell the news. یعنی چی؟ خیلی صحبت میکردن راجع به این کاهش نرخ بهره و تقریبا 25% کاهش نرخ بهره قطعی شده بود. همه میدونستن که اتفاق میفته و خیلی ها فکر میکردن که زمانی که این اتفاق تا قبل از اینکه اتفاق بیفته بازار یواش یواش سمت بالاش حرکت میکرد، یعنی شایعه رو مردم یواش یواش داشتن میخریدن. یه تعداد اندکی که من جلوشون نبودم صحبت میکردن راجع به 0.5% کاهش نرخ بهره و همون تعداد باعث شدن که بازار تا قبل از این قضیه، تا قبل از روز چهارشنبه هفته پیش بره بالا. بعد از اینکه اتفاق افتاد، اصولاً اگر 25% اضافه میکردن نرخ بهره رو، چون همه پیش بینیشو میکردن، چون دیگه خبر اومده به اتفاق افتاده به عدم قطعیت برداشته شده، اصولا باید بازار کاهش پیدا میکرد. اما چون 0.5% کاهش پیدا کرد و تقریبا عده کمی انتظار 0.5% کاهش نرخ بهره رو داشتن، با وجود اومدن خبر و قطعی شدنش، چون خبر به نوعی سورپرایز بود، بازار باز به سمت بالا حرکت کرد و من انتظار دارم که این روند ادامه داشته باشه.
هم به کوتاه مدت، در بلند مدت که من به طور قاطع میتونم بگم که در بلند مدت ما در 2-3 سال آینده که نرخ بهره همینطوری به سمت کاهش حرکت میکنه، بازار بورس هی بیشتر قیمتش بیشتر بیشتر میشه، ارزشش بیشتر بیشتر میشه. و همونطور که اگر خاطرتون باشه در برنامه‌های قبلی هم از 1 سال خورده پیش خدمتتون عرض کردم، ماه می سال 2023 توی همین برنامه من خدمت همه بچه‌ها عرض کردم که بازار گاو شروع شده، ما وارد یک بازار گاو 5 ساله شدیم و تا 5 سال سرمایه شما اگر در بورس افزایش سرمایه گذاری کنید افزایش پیدا میکنه. الان هم در حقیقت این مهر تایید دیگه ای بهش زده شده، به نظر من هی بازار بورس افزایش پیدا خواهد کرد از نظر سرمایه شما، سرمایه بچه‌ای که بازار بورس هستن بیشتر از هر بازار دیگری، اما شاید دچار بعضی کارکشن ها، اصلاحات موضعی بشه. ولی اینکه دوباره بخواد وارد بازار خرسی مثل سال 2022 بشه بسیار بعیده، یعنی که یک اتفاق عجیب غریبی بیفته مثل اتفاق سال 2007-2008، ولی فعلا چیزی در دورنما نیست، چون فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره داره حرکت میکنه. و حالا در ادامه برنامه اگه وقت بشه به خدمتتون عرض خواهم کرد که من یه سری تصمیماتی گرفتم راجع به این، با توجه به این آغاز این قضیه از نقطه نظر مالی یه خورده سیاست های کلی من عوض کردم تا بتونم سودبریمو بیشتر بکنم. سرات نگرد افتی جان. خیلی ممنون، متشکرم. ببخشید من مایکمو قطع میکنم که به قول معروف صدای اضافه ای نیاد روی صحبت های شما، بعد فراموش میکنم. اصلا خیلی متشکرم از توضیحی که دادین. اشاره کردین به نرخ سودبری و به قول معروف تغییر سیاستاتون. شما اصولا سهام رو در چه درصدی از سود، یعنی کی فکر میکنین که خیلی خب الان وقتش اینو بفروشم، یعنی تو چه سودی شما این سهام رو میگین بفروشم؟ اگر بفرمایید ممنون میشم. بله، ما قبلا کاری که انجام میدادیم این بود که یعنی سالهای 2020-21-18-19 پورتفولیو رو به 3 قسمت تقسیم میکردیم، یه قسمت بلند مدت، یه قسمت میان مدت و یه قسمت کوتاه مدت. کوتاه مدت ها رو با سود 5% معمولا سرتراشی میکردیم، میفروختیم و میرفتیم دنبال چیز دیگه، به محض اینکه یک آیتم به سود 5% رسید میفروختیم، برای اینکه توی تله افت بازار نیفتیم. چون من پیش بینی می‌کردم که بازار مثلا مخصوصا تو سال 2021 افت داشته باشه، بنابراین دوست نداشتم که، چون من با ضرر چیزی نمی‌فروشم، من اهل با ضرر فروختن تا یه ذره بیفته پایین دوچار ترس بشم و بفروشم، و مخصوصا آیتم‌های خوب رو، مگه اینکه چه اتفاقی بیفته بعد از اینکه 2-4 سال صبر کردن روی آیتم جواب نده، خیلی به ندرت با ضرر بعضی آیتما رو میفروشم، خیلی به ندرت. روی این حساب قسمتی از پورتفولیو رو با 5% سود میفروشیم. قسمتی که میام مدت هست رو بعضا بین 10-20% سود با یک آیتم رسید میفروشیم، و قسمتی که بلند مدت هست رو اصلا نمیفروشیم، یعنی حالا های 10 سالی همینجوری میخریم، هی فقط خریدش انجام میدیم و به نوعی اوریج آپ میکنیم، برعکس همه که اوریج داون میکنن یا آیتم رو، ما اوریج آپ انجام میدیم، هی میخریم، هر چقدر که بازار میره بالاتر ما بازم بیشتر ازش خرید میکنیم، و اینو تا 10 سال حداقل نگه میدونیم که یه سود خیلی قشنگی برامون داشته باشه. اخیرا با توجه به اینکه آغاز سیکل بازار گاو هستیم، ببینید ما به مدت 10 سال از سال 2009 تا سال 2000، البته یه 2011 بازار خرس داشتیم، اگر از اونجا حساب بکنیم مثلا به مدت 10 سال از سال 2011 تا سال 2021 ما بازار گاو داشتیم، بنابراین باید یه خورده محتاطانه عمل میکردیم. اما الان دوباره الان 1 سال در یه سیکل در آغاز بازار گاو دیگری هستیم که 5 سال طول میکشه، بنابراین خیلی کمتر به ندرت من با 5% چیز رو میفروشم، خریدهامون معمولا 10%-20% حتی بعضا 50%. مثلا من پلانتیر رو روی فکر کنم نزدیکای 18-19 دلار 20 دلار رو همچنان عددی خریدیم و قیمت هدفمون رو 40 گذاشتیم، یعنی تقریبا سود 100% هستش، یعنی رو 20 می‌خریم 20 دلار رو سود می‌کنیم، 100% می‌فروشیم. آیتم‌ها رو سعی می‌کنیم نگه داریم، پیپال رو من الان رو سود بالای 30-40% هستم،
یا مثلا چویی رو بالای سود بالای 30-40%، 40-50 در 50% هستم. بعضی آیتم ها که میدونم آیتم های برنده هست رو نگرش میدارم. اتفاقا یکی از سخت ترین کارهایی که یه سرمایه گذار میتونه انجام بده اینه که یه چیزی که میره توی سود رو نفروشه. این سخت، خیلی خیلی سخته وقتی میبینی چه سود داده، مثلا 2000 دلار، 3000 دلار، 10000 دلار توی سود روی آیتم، بعد خیلی وسوسه میشی بفروشی، سود کشی کنی، میترسی چون بازار بیفته پایین سود از دستت بره. خیلی دردناکه که یه آیتم رو که تو سود هستی تبدیل به ضرر بشه جلوی چشمات و هی خودتو لعنت میکنه که چرا نفروختی. رو این حساب معمولا بچه‌ها چون استراتژی نمیذارن برای خودشون، قانون نمیذارن برای خودشون، به چه چیزی میره توی سود سری میفروشنش. و ما امسال با توجه به علم این که اومدیم 5 سال از بازار گاو استفاده بکنیم، خیلی به ندر بعضا خیلی چیزا رو میذاریم به سودهای خیلی زیادی برسه. خیلی متشکرم، مرسی از توضیحی که دادین پشم جان. خواستم در مورد یک سوالی از من پرسیده شده بود در مورد اینکه صنایع ما، در مورد تکنولوژی صحبت کردیم، در مورد نمیدونم نفت و گاز و نمیدونم طلا و اینا همیشه صحبت کردیم، در مورد صنایع دفاعی اصلا سهامی داره؟ میشه در مورد صنایع دفاعی سرمایه گذاری کرد؟ چون بعضی ها معتقدن که خب بالاخره خیلی سودزا هستش. من نظری در این مورد ندارم چون خودم زیاد اهل سرمایه گذاری روی بمب و توپ و تفنگ نیستم، ولی به هر صورت شاید بعضی ها هستن علاقمند باشن. خودم شما نظری دارین در این مورد؟ بله، شرکت های زیادی هستن. یکیشون معروف ترینشون لاکید مارتین هستش که اصلا رسما شرکت اسلحه سازه. من البته خودم هیچ وقت سرمایه گذاری نکردم، ولی حتی بوئینگ هم تو قسمتیش برای اسلحه سازی، قسمتی از شرکت به اسلحه سازی اختصاص پیدا کرده. و یه سری از دوستان هستن یه خورده معتقدتر هستن و اصلا روی این رو چیزا دست نمیذارن. من شخصا اونقدر اعتقاد ندارم به خیلی چیزا، ولی سعی میکنم چون و حقیقتش اینه که سراغش نرفتم، یعنی چون سراغش نرفتم هیچ وقتم خرید و فروشش انجام ندادم. شاید بد نباشه مثلا اینجور چیزا خوبه، چون الان یه نوع به نوعی از یه تهدیدی مثل جنگ فرصت ساختنه. اما من مشکل فلسفی و اعتقادی باش ندارم. مشکل من اینه که انقدر چیزای جذاب دیگه تو مارکت هستش که بعد مثل تکنولوژی یا مثل شرکت های صنعتی که روی سری آیتم های خاصی سرمایه گذاری میکنن، من دیگه سراغ این سکتور اصلا نرفتم واقعا. ولی خب یه سری هستن که نقطه نظر اعتقادی واقعا سراغش نمیرن. خیلی متشکرم، مرسی. سوال بعدی در مورد شرکت اینتل خواهد بود از شما. اینتل رو چطور میبینین با وجود رقبای بزرگی هم که داره؟ شما نظرتون در مورد روند حرکت اینتل چیه؟ ارزش سرمایه گذاریش به چه صورتیه؟ بفرمایید. بله، اینتل تو برنامه های قبلی زیاد راجع بهش صحبت کردیم، ولی اخیرا اتفاقی که روی اینتل افتاده که بهش میگن، خیلی هم اعتقاد دارن که این ترن اراوند استوری هستش، یعنی احتمال داره که یک شرکتی باشه که داره به روزهای اوج میخواد دوباره شروع کنه برگرده و به روزهای اوج خودش برگرده. اینتل در سال اخیر اگر نگاه کنید بعضش خیلی خراب بوده و همه شرکت های چیپ میکر با وجود این که رشد کردن، خیلی شرکت های چیپ میکر مثل انویدیا، مثل برادکام، مثل ای ام دی، اینتل اصلا نزول شدیدی کرده امسال. خب یه علتش به طور کامل ما در برنامه های روزانه خودمون با بچه ها راجبش صحبت کرده بودیم همین هفته اخیر که اینتل گوی رقابت رو به ای ام دی و تی اس ام سی، تایوان سمیکاندکتور که توی تایوان هستش و چیپ تولید میکنه و خیلی ارزان‌تر تولید میکنه از اینتل، گوی رقابت رو باخت به طور کلی به همچین شرکت هایی و هیچ وقت نتونست درست کنه خودشو و خیلی دیر به صنعت موبایل وارد شد و همین باعث شد که شرکت های دیگه کاملا در زمینه تولید ریز تراشه برای گوشی های تلفن همراه خیلی از اینتل جلو بزنه و تا اینتل بخواد برگرده
دیگه دیر شده باشه. اما اخیراً اینتل اومده با آمازون قرار داد بسته و بعد حتی رایزنی هایی هست که کوالکام میخواد اینتل رو خریداری بکنه و همین باعث شد که خیلی فکر کنن که یک ترن اراوند استوریه. من حقیقت خودم روی اینتل سرمایه گذاری نمی کنم، ولی اگر کسی احساس میکنه که این دوتا اتفاق اخیری که افتاده به نوع ترن اراوند استوری برای اینتل محسوب میشه و اینتل میتونه دوباره برگرده به بالا و قیمتش الان خیلی ارزونه واقعا، میخواد سرمایه گذاری بکنه، به نظر من این اتفاقای اخیر رو مد نظر داشته باشه و میتونه تو اینتل وارد بشه. خیلی متشکرم، مرسی از توضیحتون. دوست عزیزی شهرچردی، خانمی آقای شهرچردی پرسیدن که سلام خدمت آپتیم و پژمان عزیز، ممنون شما اگر چند نمونه از استاک هایی که برای اوریج آپ خوب هستن رو معرفی کنید. بله، من اوریج آپ رو روی شاخص، روی ETF هایی که شاخص رو دنبال میکنن انجام میدم که خیلی سیفه، یعنی مرگ نداره دیگه. ETF هایی که مثل ETF SPY، ETF QQQ، ETF DYI، اینا ETF هایی هستن که شاخص S&P 500، شاخص نزدک، شاخص داو جونز، اینا رو دنبال میکنن و براحتی قابل خرید هستن. الان چندین سال، تقریبا دو سال دیگه میشه 10 سال، 10 سال من دارم هر ماه، ابتدای هر ماه یه مقداری از این خرید میکنم و انقدر سودش انقدر زیاد شده که افتای سال 2022 خیلی خیلی ناچیز هست، حالا مبالغه نکنم، ناچیز هست در مقابل سود اون یه آیتم هم فقط. و حالا اتفاقا این نکته جالبیه برای بچه های قدیمی که با من کار میکردن، اگر احیانا این برنامه رو جنیو کردن، خیلی شاکیان که سال 2022 چرا سهامش و پورتفولیشون افتاد و ما نتونستیم رشد خوب 2021 ادامه بدیم. اگر همین یه قلم رو اجرا می‌کردن، چون این نظم سرمایه‌گذاری نظم داشتنه. من دیروز یکی از بچهای منظم که الان تقریبا 6 سال 7 سال داره با من کار می‌کنه، پورتفولیوش رو برام فرستاد. اسمش هم نمی‌خوام، خودش می‌دونه کیه. پورتفولیوش رو برام فرستاد. حالا من زودتر از ایشون شروع کردم، ولی ایشون مثلا 2-3 سال دیرتر از من شروع کرده، ولی با وجودی که 2-3 سال دیرتر از من شروع کرده، همون یه قلمی که ابتدای هر ماه خرید میکرده شاخص تکنولوژی رو، از تمام ضرره های سال 2022ش، حالا خیلیش هم نقد نشده هست، یعنی ضرره هاش که هنوز پتانسیل ریکاوری داره، از همه اونا بیشتره. و بعد من وقتی به ملت میگفتم که بابا نگاه کنید، این آقایی که و همه دستورالعمل‌ها رو دنبال کرد، داره روش میکنه، همه ما رو به خالی بندی معرفی متهم می‌کردن، مگه میشه، امکان نداره فلان. چرا امکان داره؟ مهم اینه که تو به هم آیا گوش دادی به دستورالعمل‌ها، آیا به همه دستورالعمل‌ها گوش دادی یا نه. چون اگر به دستورالعمل‌ها گوش ندی، یکی دو تاشو انجام ندی، خراب میشه. اینجوری نیست بگی خب من حالا مثلا 7 تاشو انجام میدم، 3 تاشو انجام نمیدم. دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری صحیح رو آدم باید تا اون گزینه آخرش رو دنبال بکنه، تا اینکه چه در سالی که بازار میفته، چه در سالی که بازار رشد میکنه، در کل پولدار و پولدارتر بشه. خیلی متشکرم. این چیزایی که اشاره کردین به اسماشون مثل کیو 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 و اینا رو میشه یه بار دیگه لطفاً؟ بله، اینا معروفه، اینا کیو 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 و دی وای آی و اس پی وای، اینا ای تی اف هایی هستن که شاخصا رو دنبال میکنن. کافی بچه‌ها سرچ بکنن، چیزای عجیب غریبی نیستش، این چیزا نیستش که مثلا بگیم مخفیه. کافیه بچه سرچ تو اینترنت بکنن آقا ETFی رو معرفی کن به من که شاخص S&P رو دنبال میکنه، ETFی رو معرفی کن به من که شاخص داو جونز رو دنبال میکنه. الان که از چت جی پی تی و جمنای و اینا رپورتت به راحتی بهتون میگه، به زبان فارسی میتونید بنویسید بهتون جواب میده. خیلی عالی. بله، دوستمون خیلی ممنون از پاسختون. بدون در صنعت پوشاک یه مدت هم شنیدیم که این شرکت لوی ویتان خیلی اومد بالا و حتی از ایلان ماسک هم گذشت و نمیدونم ثروتمندترین شد اینها. توی صنعت پوشاک سرمایه گذاری ارزش داره، سود داره، شما چطور میبینید؟ گزینه‌های زیادی هستن در اون زمینه. اتفاقا حالا این که این گفتید آقای برنارد آرنات بود که حالا ولی خب شرکتش که اونقدر ارزشمندتر نشده بود از مثلا شرکت های بزرگ دنیا، ولی خود ایشون شخص ایشون به خاطر میزان سهامی که از لوی ویتون و حالا چیزای دیگه داشتش، باعث پولدار شدن شخص ایشون شد. اما
گزینه‌هایی هستن مثل نایکی، مثل لولولمون، اینا سهامشون تو بازار سهام هستش، ولی هر جفت اینا، چه نایکی و چه لولولمون، یه آندر آرمر اینا وجود دارن. اینا آندر آرمر این خرسه‌تاشون اوضاع زیاد جالبی الان ندارن. برنده هایی توش پیدا میشه واقعا، یعنی یه نفر به عنوان مثلا فوت لاکر که کفش تولید میکنه، این یه مدتی خیلی رو بورس بود، ولی در کل بخوایم نگاه بکنیم زیاد برای من دلچسب نیست. من اینا به نوعی گروث استاک هستن، یعنی باشید ولیو استاک هستن، یعنی شاید مثلا یه نفر به خاطر دیویدند بالایی که میدن یا به خاطر رشد مستمر و خیلی خیلی با شیب کمی که دارن بچه ها بشن علاقه من بشن، ولی حقیقت من گزینه های خیلی جذاب دیگه ای توی تکنولوژی وجود داره که باز بیشتر سراغ این چیزا نمیرم. خیلی متشکرم از پاسخت پژمان جان. یک سوال دیگه هم بپرسم. یه زمانی بود که توی دنیا فقط آمازون بود یه سری کارا رو انجام میداد، بعد ما الان میبینیم که حالا خود والمارت به عنوان یک رقیب اساسی هستش براش، و حتی توی همین کشورها الان ما میبینیم برای خودشون یک آمازون مانندی ساختم. مثلا تو خود ایران حالا البته به خاطر تحریم‌ها کار ندارم دیوار و اینا، ولی توی کشورهای دیگه هم که در واقع آمازون فعال هست، ما می‌بینیم که اپلیکیشن مشابهی ساخته شده. این ماجرا جلوی رشد آمازون رو خواهد گرفت یا اینکه نه آمازون همچنان اون اقتدار خودش رو حفظ میتونه بکنه به نظرتون؟ جلوی رشد آمازون که فکر نمی‌کنم بگیره، ولی نکته جالبی رو شما اشاره کردی. ببین مثلا مرکادو لیبره آمازون آمریکای جنوبیه، یه آمازون دیگه اومده توی کره که اونم خیلی اسمش فراموش کردم خدا، ولی اونم خیلی داره رشد میکنه، خیلی رونق داره. در برای همه اینا البته یک مسئله هستش، اینه که خب فرض کنید آمازون کره ای که من اسمش فراموش کردم، بعد ببینیم که خب اگه تمام کره رو میگیره به هر حال یه روزی، بعد تا حالا مثلا گرفته، مثلا اینکه سرعت دلیوریشون انقدر بالا هستش که در عرض چند ساعت شما آیتم رو سفارش بدی هر چی باشه تو به دستت میرسونن. ولی خب بعد از اینکه بازار کره رو گرفت چی؟ آیا میتونه رشد بکنه؟ برای این سرمایه دقت بکنید، سرمایه گذارا همیشه نگاه میکنن به آینده، و وقتی که خبر همچین چیزی به گوش شما برسیده باشه مطمئن باشید که یه خورده دیره. مرکادو لیبره این قانون رو شکوند، یعنی انقدر این شرکت خوب عمل کرد، در هر زمینه ای وارد شد، یعنی نه تنها فقط ریتیل بلکه تو زمینه ما پرداخت مالی، توزیع و حتی خیلی چیزای دیگه، خیلی سکتورهای دیگه هم اومد سرمایه‌گذاری کرد، بانکداری به نوعی. و یه شرکت استثنایی هستش مرکادو لیبره، یکی از چیزایی هستش که من همیشه توی پورتفولیوی خودم نگه می‌دارم. ولی بد نیستش اگر کسی روی برنده‌های شرکت‌های کشورهای دیگه هم سرمایه‌گذاری کنه، به شرطی که به نظر من سهامش توی بازار سهام آمریکا ارائه بشه که بشه راحت خرید و فروشش کرد. چون شما هر سهام خارجی رو بخرید، بخرید مثلا فرض کنید از شانگهای، از بازار بورس شانگهای بخرید خرید بکنید، یا بازار بورس نیکی ژاپن بخرید خریداری بکنید، یا بازار بورس لندن بخرید چیزی خریداری بکنید، باید یه عدد گنده کمیسیون بدید و بعد اسپرد ها بالا هستش. بنابراین اینقدر تنوع توی بازار آمریکا هستش که سعی کنید که اون چیزی که تو بازار بورس آمریکا هستش رو ارائه میشه رو خریداری بکنید. خیلی متشکرم. من میدونم که وقتمون داره کم کم تموم میشه. یک سوال به من رسید، دو تا سوالم دارم. حمید جان هم دیدم رسیده، من یک سوال هم فکر میکنم حمید حتما داره همیشه. من سوالات من خیلی سریع خواهد بود، ولی این دو تا سوال حمید رو هنوز نپرسیده، نمیدونم، ولی این دو تا سوال رو میپرسم و بعد در نهایت دو تا سوال خودم میپرسم. پرسیدن که درود بر شما، تاثیر انتخاب هر کدوم از کاندیدای آمریکا رو در بازار چطور ارزیابی میکنید؟ در کوتاه مدت جمهوری خواه اگر انتخاب بشن بازار بورس روشش بیشتر خواهد بود، در بلند مدت به نظر من دموکرات ها هستش. شما نگاه بکنید در 20 سال اخیر عملکرد بازار بورس در دوران دموکرات ها و جمهوری خواه اگر کنار هم قرار بدین، در مقایسه بکنید به طور کلی عملکرد دموکرات ها خیلی بهتر بوده، یعنی تاثیرشون رو بازار بورس خیلی بهتر بوده. اما در کوتاه مدت به خاطر تکس کات هایی که احتمالاً دولت جدید ارائه میکنه، تکس کات های زیادی که ارائه میکنه، احتمالاً فکر کنم حداقل تو یک سال اول به نفع بازار بورس هستش که جمهوری خواه انتخاب بشه. خیلی متشکرم.
مرسی. من هنوز چون سلام حمید جان، چون هنوز سوال حمید رو نگرفتم، من این سوال خودم بپرسم که در هفته گذشته شما چه سرمایه گذاری کردین که نباید میکردین؟ اتفاقا هفته گذشته چیزای زیادی خریدم، به خاطر همین قضیه نیم درصد بود. حالا نتیجه هنوز مشخص نشده، شاید در آینده گند بخوره بهش، ولی فعلا پشیمون نشدم از کاری که کردم. خیلی هم عالی. سهام پیشنهادی برای هفته آینده چی هستش فکر می‌کنید؟ من فکر می‌کنم مرکادو لیبرا رو من خریدم، دوباره وارد شدم. بعد یه قسمت زیاد چیزی که می‌خواستم بگم راجع به این که یه سری تصمیمات جدید گرفتم اینه که این مقدار زیادی پول رو قرار دادم برام بازار مسکن، نظرم عوض شد. به اندازه کافی من تو بازار مسکن الان سرمایه‌گذاری کردم دیگه. این یه قسمتی از پولم رو میخوام بیارم تو بازار بورس، یه قسمت تقریبا خوبی رو، و از این کاهش سیکل که تازه شروع شده در 4 سال آینده استفاده بکنم. مقدار زیادی شاخص خریدم، مرکادو لیبرا خریدم و دسته تا آیتم دیگر هم الان خاطرم نیست، ولی الان خاطرم نیست حقیقت، ولی چند تا آیتم خریدم که استفاده که به از رشد و بازم خرید خواهم کرد. هی دارم بیشتر پول بیارم تو بازار بورس من و میخوام تا قبل از انتخابات و حتی بعد از انتخابات، 2-3 هفته بعد از انتخابات، تو همین سال 2024 مقدار خوبی خرید انجام بدم. خیلی متشکرم. این مرکادو لیبرا رو، این در واقع سیمبول هاش رو میشه بگین که چی هستش؟ بله، تو برنامه قبلی گفتم فکر کنم M-E-L-I. اوکی، خیلی متشکرم. حمید سوالش رو پرسید، این سوال آخر برنامه امروزمون هست. حمید جان پرسیدن که پژمان جان به نظرتون شاپیفای و اپل و گوگل را هولد کنیم یا بفروشیم دیگه؟ به نظر من هولد کنید. به نظر من شاپیفای، گوگل و اپل، ولی اپل رو من زیاد نمیدونم، ولی شاپیفای و گوگل رو حتما هولد کنید. خب اینم حمید جان، مرسی از سوال شما و مرسی از پاسخ پژمان. دوستان این برنامه در IGTV رادیو پول سیوه، فردا هم در یوتیوب رادیو پول و همچنین در مارکت نیوبی میتونید ببینید. سوالات دیگر خودتون رو در زمینه بازار بورس در بحث آزاد مارکت نیوبی در تلگرام سرچ کنید میتونید بپرسید. پژمان جان، من علاقه دارم هفته آینده اگر برنامه داشتیم در مورد به قول معروف یک رمز ارز، اگر بود یکم دی تریدینگی شما داشتین، می‌خواستم در مورد اون هم در هفته آینده ازتون بپرسم که اون به چه صورتی پیش میره، راضی هستین راضی نیستین؟ چون دیگه وقت امروزمون تموم شد، اگر مطلبی هست بفرمایید، اگه نه که میتونیم برنامه رو تموم. سلامت باشین، ان شاء الله هفته بعد میبینمتون. بله، حمید پرسیده سوال آخر، هفته دیگه هستیم در خدمتتون. امیدوارم ان شاء الله. بله امیدواریم حمید جان، من خبر میدم بهتون همینجا. حتما پاینده برقرار باشین، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین، هفته خوبی در پیش رو داشته باشین و همه چی بر وفق مرادتون باشه. با اجازتون فعلا، خدا نگهدار. خدا. رادیو پول، پلی برای ایرانیان.